چطوری ویدیوی خودم رو خروجی بگیرم که توی اینستاگرام بهترین کیفیت و تصویر رو داشته باشم؟ توی این ویدیو با هم بهش جواب میدیم. ابزار کاری که ما میخوایم امروز استفاده بکنیم داوینچی ریزالف هست. اگر شما چیز دیگه ای استفاده میکنید امکانات مشابهه، یعنی همین چیزایی که میگم و مثلا تو پریمیر هم میتونید پیدا بکنید. خب این پروژه‌ایه که من یکی دو ساعت پیش داشتم روش کار میکردم. شیفت و 8 رو میزنیم، دوستان داوینچی باز میدونن، یعنی میریم توی صفحه اکسپورت اکسپورتمون، با قسمت سمت چپ و تنظیمات اکسپورت کار داریم. نکته بسیار مهم اینه که از قسمت بالای رندر سیتینگ ما یک سری پریست هایی رو بهش دسترسی داریم. اینطوری گذاشتنش که برای بهترین نتیجه توی پلتفرم مد نظرمون میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثلا من اگه ویدیومو برای یوتیوب بخوام خروجی بگیرم میام اینو کلیک میکنم، یا مثلا بخوام توی تیک تاک آپلودش بکنم میام اینو استفاده میکنم. ولی طبق تجربه نکنیم این کارو، یعنی خودمون اگه تنظیماتو انجام بدیم خیلی بهتره. به همین جهت میایم روی لوگوی کاستوم اکسپورت کلیک میکنیم و عیناً تنظیماتی که من به شما میگم رو باید اعمال بکنیم. چیزایی هم که بهتون نمیگم و اصلا دست بهش نزنید. سه تا تب اینجا وجود داره: ویدیو، اودیو و فایل. ما با ویدیو و اودیو کار داریم، بقیه رو دست نمیزنیم. و اما ویدیو، فرمت رو میذاریم روی MP4، کودک رو حتما بذارید روی H265، کیفیت بهتر و حجم کمتری رو به شما میده نسبت به H264. این کودر رو بذارید روی انویدیا اگر بهش دسترسی دارید، اگرم ندارید بذارید روی اوتو. رزولوشن رو دست نمیزنید، فریم ریت رو دست نمیزنید، به خاطر اینکه از قبل توی تنظیمات پروژه ما اینا رو درست انجام دادیم که الان به این مرحله ره رسیدیم. اینجا چیزی رو دست نمیزنیم، از اول باید درست انجام میدادیم. و اما کوالیتی بسیار مهم. معمولا اینطوریه، به صورت پیش‌فرض روی اتوماتیک و گزینه بست هم انتخاب شده، خیلی توصیه نمی کنم. بذاریدش روی حالت رستریکت 2 و روی 10000 کیلوبیت در ثانیه تا 12-13000 کیلوبیت در ثانیه به نظر من عدد معقول و خوبی هست. کمتر استفاده نکنید، یعنی مثلا 8000-7000 که میشه 8 مگابیت در ثانیه، 7 مگابیت در ثانیه یه مقداری کمه، بیشتر از اون هم واقعا زیاده دیگه. الگوریتمای فشرده سازی اینستاگرام ویدیوتون رو خیلی کیفیتش رو میارم پایین. خود من از 10 مگابیت در ثانیه یا 10000 کیلوبیت در ثانیه استفاده میکنم. این کدینگ پروفایل رو به هیچ عنوان دست نمیزنید، بذارید روی مین بمونه. چیزای دیگه انتخاب بکنید، گاما شیفت پیدا میکنه ویدیوتون اصلا خراب میشه. اگه نمیدونید چیه کلا بهش دست نزنید. تو پس رو میذاریم روی فول، به بقیه چیزا دست نمیزنیم. این از این قسمت. میریم توی ادوانس سیتینگ. حتما این دوتا گزینه‌ای که اولش با فورس شروع میشه رو برای اینکه بهتر بدونید ببینیدشون، اینا رو فعال میکنیم. کار ما با این قسمت هم تموم میشه. میریم توی ساب تایتل سیتینگ. اگر برای ویدیوی خودتون زیرنویس نوشتید توی داوینچی ریزالف، این قسمت رو هم باید فعال بکنید تا سابتایتل شما روی ویدیوی نهایی خودش رو نشون بده. به همین جهت، حالا البته من اینجا سابتایتل ندارم ولی بهتون نشون میدم دیگه، اکسپورت سابتایتل رو میزنیم و فرمتش رو میذاریم برن اینتو ویدیو، یعنی به صورت یک فایل متنی همراه با ویدیو نیست که ما بعدم با یه نرم افزاری بتونیم سابتایتل رو روشن بکنیم تازه برامون بنویسه. اگه فیلم دانلود کرده باشید شما این مدلی کار میکنید دیگه، این مدلی براتون ویدیو قرار دادن دیگه، سابتایتل تو دل ویدیو هست، شما باید روشنش بکنید. این نه، برای اینستاگرام میخوایم این کار رو انجام بدیم، این داستانا نداره. باید برن اینتو ویدیو رو بزنیم که رو خود ویدیو هک بشه، یه قسمتی از ویدیو بشه. این مربوط به قسمت تنظیمات ویدیو. کار ما با این قسمت تمومه. میریم توی سربرگ اودیو، کودک رو میذاریم روی AAC. البته با توجه به فرمتی که انتخاب کردیم گزینه دیگه هم نداریم. ترک دیتا ریت رو میذاریم روی 320 کیلوبیت در ثانیه. بسیار بسیار مهم، فوق العاده مهم، سمپل ریت رو روی چی بذاریم؟ ببینید، نمیخوام در مورد سمپل ریت خیلی صحبت بکنم که چیه و کیه و اینا. توی دوره واکس کامل در موردش صحبت کردم، مربوط به ضبط صدای حرفه‌ایه. ولی این رو شما بدونید که سمپل ریتی که شما برای صداتون استفاده میکنید
به هیچ عنوان نباید در طول مسیر تولید محتوا تغییر بکنه. یعنی هنگام ضبط ویدیو از یه سمپل ریتی اگه استفاده میکنید، تو خود نرم افزار ادیت هم باید همون سمپل ریت رو داشته باشید، موقع خروجی گرفتن هم همون سمپل ریت رو باید خروجی بگیرید، اون وبسایتی که استفاده میکنید تا اون ویدیوتون یا صداتون روش آپلود بکنید هم باید اون سمپل ریت رو پشتیبانی بکنه. یعنی تغییری نباید توش بدید، وگرنه یک سری داستانهایی میشه پیچیده است در موردش صحبت نمیکنم که کیفیت صدای شما رو خراب میکنه. مثلا من نمیتونم با سمپل ریت 96 کیلوهرتز بیام صدا ضبط بکنم، در نهایت توی پلتفرمی آپلودش بکنم که 44.1 کیلوهرتز رو ساپورت میکنه، خراب میکنه صدای من رو. باید از اول تا آخرش همون چیزی که استفاده کردم رو حفظ بکنم. حالا خود من به همین دلیل از همون ثانیه اول از 44.1 کیلوهرتز یا 44100 هرتز استفاده میکنم هنگام ضبط صدا. این صدا هم که دارید میشنوید با همین سمپل ریت داره ضبط میشه. توی ادیت همین رو استفاده میکنم، موقع اکسپورت همین رو استفاده میکنم و بعداً توی یوتیوب و اینستاگرام اونطور که رفتم صفحه هلپشون رو نگاه کردم، توصیه کردن که با همین سمپل ریت 44.1 کیلوهرتز آپلود بکنیم ویدیو هامون رو. چیزهای دیگر رو هم پشتیبانی میکنن، سمپل ریت های بالاتر رو هم پشتیبانی میکنن، اما ریکامند کردن، توصیه کردم که با 44.1 ویدیو هامون رو آپلود بکنیم. به همین جهت من کلن این کار رو با 44.1 انجام میدم و شما هم توصیه میکنم که این کار انجام میدید. اینجوری نباشه با بالاترین سمپل ریت ممکن که کارت صداتون پشتیبانی میکنه ضبط کنید، بعد مجبور بشین بیارینش کمتر و صدا خراب میشه. و قسمت مهمی که خود من هیچ وقت استفاده نمی کنم و میگم چرا، بحث نورمالایزیشن کردن صداست، نورمالایز کردن صداست. ما یک گزینه‌ای داریم برای اکسپورت که میتونیم صدامون رو نورمالایز بکنیم، یعنی نه خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه باشه، یک حدی باشه که نرمال باشه صدای ما. خیلی ساده توضیح دادم و با متدهای مختلف هم میتونیم اون رو نورمالایز بکنیم. مثلا من میارمش میذارمش روی منفی 14 LK FS که استاندارد صدای یوتیوب هست، استاندارد بلندی صدای یوتیوب هست، اما من استفاده نمی کنم. چرا؟ چون تو دل پروژم صدام رو نرمالایز کردم حین پردازش صدا، دیگه اینجا لزومی نداره که بخوام نرمالایز بکنم. نرمالایزیشن رو دستی انجام دادم، خودم حواسم بوده که چقدر بالا یا پایین باشه، اینجا هم بهش دست نمیزنم و با سربرگ فایل هم کاری نداریم. بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادیم، دکمه پایین Add to Render Queue رو میزنیم، اضافه میشه به رندر کیو ما و در نهایت دکمه رندر رو اگر بزنیم فایل ما رو خروجی میگیره. این تنظیماتی است که خودم بهترین نتیجه رو ازش گرفتم. اگر شما از تنظیمات دیگه نتیجه بهتری گرفتید، حتما برای من و بقیه دوستاتون توی کامنت ها بنویسید. شاید ورژن دوم این ویدیو رو هم درست کردم. موفق باشید.